broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. دوستان عزیز سلام، سلامی گرم و مهرامیز به خدمت یک یک شما عزیزان شنونده ایرانی در سراسر جهان. امروز من فریبرز داوودیان به خواسته خانم هما سرشار عزیز در خدمت شما هستم، چون خودشون قادر به آمدن به استودیو نبودند. در این روز قشنگ ابری شش ماه می سال 2017 میلادی که برابر است با 16 اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی، این جان فریبرز داوودیان سرفراز و خرسندم که در این بامداد روز تعطیل از ساعت 8 صبح تا 10 صبح در 670 AM KIRN 670 AM رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان که واقعا هم جوانی است، قد بلند. فرشاد جون قندت چقدر؟ من خودم قند دارم، به تو گفتم قندت چقدره. ها تالاری واقعا ماشاءالله 6.2 که اسمش هم بلندیانه و کارگردان فنی برنامه ماست. با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندانش همونطور که میدونید امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه های www.homasarshar.com، فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام هم آرشیو میشود و حتی اینطور که من شنیدم خانم سرشار هفته یک بار این رو با امواج مخصوصی به فضا میفرستند تا باشد که از سیارات دیگر هم روزی پیام ما رو بشنوند و بیان رادیوی 670 و بگن سلام، ما اومدیم اینجا با شما چلو کباب بخوریم. امروز یکم پشت سر خانم سرشار صحبت میکنیم. ما ایرانی ها علاقه به خصوصی داریم که پشت سر همدیگه حرف بزنیم و من باید امروز که خانم سرشار اینجا نیستن پشت سرشون با شما صحبت کنم، چون خودش که نمیتونه از خودش تعریف بکنه. البته میدونم که ایشون فوق العاده محبوب هستن در بین شما عزیزان. حقیقتا من در هر مجلسی، در هر محفلی که حضور دارم تعجب میکنم از اینکه چه عده از ایرانیان عزیزی طرفدار پر و پا قرص برنامه خانم هما سرشار هستند و این هم 100% دلیل منطقی داره. اول به شما بگم که آشنایی من با خانم سرشار از تهران قدیم خودمون بود، وقتی که من، نه اینکه سن ایشون از من خیلی بیشتره، ایشون خیلی اون موقع جوون و ترگل ورگل بودن، مثل الان خوشگل و با شخصیت بسیار برازنده‌ای در یکی از دو کانال تلویزیونی ما در ایران که حتی اون موقع به سیاه و سفید پخش میشد ایشون برنامه اجرا میکردن و من یادمه که در همون سنین نوجوانی و جوانی در تهران همه ما پای تلویزیون می نشستیم و لذت می بردیم از نحوه بیان این بانوی خردمند و تحصیل کرده. و یادمه که چون فامیل خانم سرشار سرشار بود که در واقع فامیل همسرشونه، مادر من عادت داشت که هر کسی که یک نسبتی با ما می گفت این حتما با ما فامیله. اسم فامیل مادر بزرگ من هم سرشار بود و همیشه مادر من می گفت این خانم هما سرشار حتما با مادر من یه نسبت دوری داره. نشون به اون نشونی که سالها بعد ما در لس آنجلس با هم رفیق صمیمی شدیم و ایشون با مادر بزرگ من هیچ نسبتی هم نداشتن. خانم سرشار رو من خیلی دوست دارم، مثل یک خواهر. با پسرشون خیلی دوست هستم و آشنایی ما از اونجا شروع شد و میخوام بهتون بگم که به نظر من ایشون یکی از باهوشترین یا به قول امریکایی‌ها شارپترین افرادی هستن که من باهاشون رفت آمد دارم. نه شارپترین بانویی که میشناسم، بلکه یکی از تیزهوشترین انسان‌هایی هستن که من میشناسم. حسن دیگه ایشون که من بسیار ستایش میکنم، وسواس بیش از حد ایشونه در هر کاری که انجام میدن، که این بیماری یا بعضیا بهش میگن بیماری، به نظر من حسنه. بنده هم به این حسن یا بیماری گرفتار هستم و سعی میکنم که همیشه زندگیم همه چیز مرتب باشه، همه چیز سر جاش باشه، همه چیز به موقع انجام بشه و دستم هم روزی 50-60 بار میشورم. خلاصه ما وچه تشابه زیاد داریم و
خیلی خوشحال هستم که زمانه ما رو به اینجا رسوند که در سال 2017 در شهر لس آنجلس کالیفرنیا با هم همکاری‌های رادیویی داشته باشیم. دوستان با ما باشید، براتون برنامه جالب 2 ساعته‌ای تهیه دیدیم با مهمانان عزیزی طبق معمول و قول میدیم که برنامه آموزنده و شیرینی برای شما داشته باشیم. در هفته‌ای که گذشت، تعداد زیادی چپگرا به چپ گراییدند، تعداد زیادی راستگرا به راست گراییدند و تعداد زیادی اقلیت خاموش طبق معمول خاموش ماندند. میلیون‌ها نفر صاحب کار شدند، میلیون‌ها نفر از کار بیکار شدند، میلیون ها نفر به دنیا آمدند و میلیون ها نفر هم دار فانی را ودا گفتند. برخی عبادت کردند، برخی گناه، برخی دزدی، برخی بخشش، برخی حسادت، برخی رفاقت، برخی رقابت، برخی فریب خوردند، برخی فریب دادند، عده‌ای متأهل شدند، عده‌ای طلاق گرفتند و عده‌ای دیگر که متلقی بودند دوباره متأهل شدند. برخی هرس خوردند، برخی هرس دادند، برخی دل بردند، برخی دل دادند. در هفته که گذشت مثل هفته های پیش اتفاق زیاد افتاد، ولی هیچ یک از آنها برای فاتی تنبان نشد، یا بهتر است بگویم برای فاتی کیف لوی ویتان نشد. گرسنگان جهان هنوز گرسنند، جنگ زدگان آواره هنوز در جنگند و هنوز آواره، زندانیان سیاسی هنوز سیاسی هستند و هنوز زندانی، چاقها چاقتر شدند، لاغران لاغرتر و آنچنانها همچنان آنچنانتر می شوند. هفته دیگر گذشت و نسل بشر هنوز اندر خم یک کوچه است. اینجاست که شاعر میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند، ولی روز و شب هی به هم میپرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را چه کار و چه آر، تو که از مهنت دیگران بیغمی، تعجب چرا، خب تو هم آدمی.
به درد آورد روزگار، چو عزمی به درد آورد روزگار، دیگر آزار نماند مرا، دیگر آزار نماند مرا. باز هم سلام به شما عزیزان بخیر. ترانه لطیف و زیبایی که شنیدید از فرید شفینوری بود، دوست عزیز و هنرمند ما در ایالت تگزاس و کالیفرنیا که میره و میاد. جوانی است بسیار باهوش و جالب که تمام عمرش رو در امریکا زندگی کرده ولی علاقه به خصوصی به موسیقی کلاسیک ایرانی داره و سازی رو بسیار زیبا، سازهایی رو مینوازه و آهنگ‌های رو هم به فارسی و انگلیسی با هم توام کرده. جالب اینجاست که فرید شفینوری شخصی است که منو با مهمان بعدیمون آشنا کرده که اون هم برای خود شخصیت جالب و دوست داشتنیه و خواهش میکنم که با ما باشید. امروز مهمانان خوب و عالی طبق معمول برای شما داریم. مهمان اولمون بشری دستور نژاد حقیقی، بعد با خانم اطرت خانم الهی عزیز هستیم، آقای صدرالدین الهی با ما صحبتی خواهند داشت. مهمان دیگری داریم، خانم مرجانه مقیمی و شاید بابک جلالی بتونه با ما همراه باشه و البته در آخر یکی از هنرمندان عزیزمون به نام آقای محمد رضا علی نژاد. دوستان با ما باشید تا ساعت 10 صبح در خدمت شما عزیزان هستیم. Hey party people, are you ready for your next event? Make your next celebration fun and decorative by visiting glowsource.com. Shop our huge selection of glow and LED novelties like glow-in-the-dark beach balls, pool orbs to brighten up any party. Need a backdrop for your birthday, school dance, or wedding? Use our fun decorations like our rainbow-colored string lights, fiber optic wands, or LED centerpieces. And we also have LED balloons available in multiple colors. Make your dessert table festive with our LED ice buckets. Build them up with ice or use them to hold your delicious treats. Speaking of treats, we have the perfect LED cotton candy cone ready to rainbow up your cotton candy. Going to the next concert or music and food festival near you? Complete your outfit with the perfect accessory, like our glow-in-the-dark necklaces and bracelets and LED sunglasses. The possibilities are awesome with glowsource.com. Save big and enjoy 15% off your order by entering promo code RADIO. Shop glowsource.com today and light up your party. هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه. به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب رو ازم گرفته. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کند. راه ساده‌تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون
بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید. مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. عزیزم، مگه خریدمون تموم نشده؟ نه هنوز. دیگه دنبال چی میگردی؟ دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم که دیشب خونه شیفته خوردیم. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت قرمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه. گفتی اسمش چیه؟ سبزیجات شرکت گندم. بیا ببین اینه. بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده تر شد. مهمونی شنبه شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونمون پذیرایی میکنیم. سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA، قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمت‌های غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94 949-280-93-94. شنبه ششم می، ایرانیان لس آنجلس در انتظار همصدایی با جاودانه بی تکرار داریوش. تو که معنای عشقی به من معنا بده. بلیت از AXS.com Los Angeles Microsoft Theater. در انتظار همصدایی با داریوش شنبه ششم می. ایرانیان هاتلاین، لیست برنامه های فرهنگی و هنری. ایرانیان هاتلاین، لیست متخصصین و سرویس های دیگر. ایرانیان هاتلاین، ایرانیانهاتلاین.com با 14 سال سابقه. 888-611-5478 از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. یک نگاه، یک اندیشه. هر چند وقت یک بار در جوامع هنری که مثل یک باغی هست پر از میوه ها و گل های قشنگ، حقیقتا هنرمند رو باید اونطور ستایش کرد. هر چند وقتی بار یک گلی همچین یه جوری با یک غر و اطوار بخصوصی خودش رو نمایان میکنه و یک جور بخصوصی جلوه میکنه و میبینیم که این گل با گلهای دیگه فرق میکنه. کسایی که منو میشناسن میدونن که من خیلی راحت هندوانه زیر بغل کسی نمیگذارم، ولی باید واقعا به شما بگم که مدتی پیش برای یکی از کارهای هنریم دنبال یک بانوی جوان و خوشتیپی میگشتم و همین فرید شفینوری که ترانه بنی آدمش رو الان شنیدیم به من گفت من یک نفر میشناسم و ما رو با هم آشنا کرد و ما با هم قدری صحبت کردیم و بعد فرصت پیش اومد که با هم حضوراً آشنا بشیم و امروز اون شخص مهمان اول برنامه صبحانه با خانم همار سرشار هست که بنده در خدمت شما هستم به جای خانم همار سرشار. دوستان عزیز، و اسمش رو هم من عوضی گفتم، اسم قشنگ او که خودش در مورد اسمش توضیح خواهد داد هست بشرا دستور نژاد حقیقی. بشرای عزیز، صبحت بخیر، به برنامه ما خوش آمدی. سلام، صبح بخیر. تشکر میکنم هم از شما هم از فرید. بعد داشتین شما اینا رو میگفتین که یه خانم بانوی زیبای هنرمند و اینا، من فکر کردم که اشتباهی باید دیگه قرار مطابق کنیم. ما یادم باشه نوشابه برای فرید بخرم. نه هستی ماشاءالله. بشرا، حالا در مورد شخصیت و کارهای تو بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی اول از اسم قشنگت بگو که بشرا یعنی چی؟ بشرا اسم تفصیل مؤنث عرب بر وزن فعلا، از بشره میاد که همون بشارت و خوش خبر خوشه. اگر بخوایم ترجمهشو به فارسی بگیم میشه معادل فارسیش میشه مژده. این اسم یعنی خوشترین خبر در واقع. مامانم فکر میکنم که منتظر
دختر بودن، چون که همه پسر داشتن تو فامیل و اینا. بعد موقع که دختر میشه بچه‌شون، مامانم بشرا انتخاب میکنه. آفرین به مادر. مامانم، مامان بزرگم، مامانوسم انتخاب کرد اسمو. بابا بزرگم دوست داشت بذاره پرنیان، به خاطر اینکه اسم مامان بزرگ این طرف این پروین بود، اما مامانم در نهایت انتخاب کرد بشرا. پس به قول معروف هرچی مامان جونم بگن که این حق واقعی با مادره. بشرا، همونطور که دیگه الان شنوندگانی که به برنامه‌های رادیو گوش میدن میفهمن با یک نگاه رادیویی که با کی طرفن. از این توضیح کوچیکی که تو در مورد اسم خودت دادی میبینیم که صدای قشنگ رادیویی داری، فارسی بسیار قشنگ و سلیسی صحبت میکنی و با اعتماد نفس به خصوصی. آشنایی من از نظر هنری با تو در کار قشنگ عارفنامه بود که دوست عزیزم شاهرخ مشکین قلم در لس آنجلس روی صحنه آورد و در شمال کالیفرنیا برنامه زهره و منوچهر. ببخشید، بله زهره دیگه منو تو رادیو راه نمیدن. من دیگه مطمئن شدم دارم یکی دیگه صحبت نمیکنم. آخه ولی کارا اینقدر باشالله خوشت گفتی، چون تو نه عارف بودی و نه نامه، تو در واقع در نقش منوچهر یک نوجوان مذکر روی صحنه بودی، در حضور شخصیتی مثل شاهرخ روی صحنه بودن کار هر کسی نیست و من شاهد بودم که تو چقدر قشنگ این نقش رو ایفا کردی. این اولین کار تئاتری تو بود یا قبلا هم این کار رو کرده بودی؟ نه، واقعا اولین کار تئاتری در واقع حرفه‌ای بخوام حساب کنیم بود اولین. و بعد هم میدونیم که در فیلم رادیو دریمز که ترجمه فارسیش رو نمیدونم رویاهای رادیویی، آیا اسم فارسی هم براش دارن؟ بله بله. اون فیلم رو هم دیدم. در این مورد با دو مهمان دیگه صحبت خواهیم داشت. میخوام این وقت رو بدم که در مورد تو صحبت کنیم. چند سال پیش از ایران اومدی بشرا جون؟ من از ایران اومدم سال آخرای سال 2011 بود. رفتم ترکیه، 2 سال توی ترکیه بودم، بعد اومدم امریکا اواخر سال 2010 بود. اواخر سال 2010 بود که رفتم ترکیه و اواخر سال 2012 رسیدم امریکا، یعنی 2 سال ترکیه بودم. پس ترکیه هم بلیرسن؟ ایوت بیراز چوکی زن بلیارم برای هموطنان ترکی زبان. چطور میشه بشرا، آیا تو تعلیمات و تحصیلات در رشته تئاتر و رادیو تلویزیون و سینما داشتی؟ من نه. حالا یه ذره دیگه این مصاحبه پیش بره همه متوجه میشن. نه، همینو میخوام اتفاقا بگم، برای اینکه من حد میزنم که تو یک تالنت یا استعداد ذاتی داری در این رشته، یعنی در خونته، یعنی یه جوری خودت داری خودت رو میکشونی روی صحنه بدون اینکه در واقع سالها درس دانشگاه آخه اینو حقیقت میگم، در این رشته کارو، در این رشته سینما و تلویزیون و تئاتر میگن که بعضی ها سالها درسش رو میخونن و به هیچ وجه استعدادش رو ندارند و بعضی ها اصلا درسش رو نمیخونن و پر از استعداد هستن، و من ترجیح میدم که استعدادم بیشتر باشه تا اینکه درسش رو خونده باشم در مورد مسائل هنری. مثلا من موزیسینای میشناسم که اصلا کلاس موسیقی نرفتن و چنان ساز می نوازن که آدم قش میکنه از خوشی. یه ذره در مورد خود بگو، چی شد که بشرا شد؟ ماشاءالله. این حالا تازه به اشعارت هم میخوام برسم، ولی الان یکم با من درد دل کن. خب من توی ایران سال 1364 به دنیا آمدم. الان همه میگن وای چقدر جوونی، چند سالته؟ یعنی الان من حسابم زیاد خوب نیست. 32 سالمه. ماشاءالله. 32 سالمه. باور کن که یک روز بیشتر از 31 به نظر نمیمدی وقتی تو رو حضوراً دیدم، یعنی خیلی خوب موندی. خب یه چند روزمون بیشتر نگذشته، اون موقع که شما منو دیدین یه چند روز از تولدم گذشته بود اتفاقا. ما پس تولدمون یک وقته. خب بگو. تقریبا آره. بعد خب به دلایلی من امکانش نبود که برم دانشگاه در ایران، و خب پدر مادر من مسلماً مثل خیلی از پدر مادرهای دیگه دوست نداشتن که من تئاتر بخونم یا تئاتر اصلا برم کلاسشو. الان ماما اینا میشنون میگن نه بشرا، چون ما که خیلی دوست داشتیم. ولی خب نه، واقعیت قضیه اینه که دوست نداشتن اون زمان و سپورت نمی کردن منو، حمایت نمی کردن که من برم مثلا کلاسای تئاتر.
اما من شروع کردم، البته من کی احساس کردم که واقعا تئاتر دوست دارم، من کوچیک بودم، یه مجموعه از تلویزیون پخش میشد به نام آقای حکایتی، البته اسمش زیر گنبد کبود بود ولی ما به اسم آقای حکایتی میشناختیم، که آقای بهرام شاه محمدلو نقش آقای حکایتی رو داشتن. بعد نوشته یه کارم آقای ایرج طهماس و راضیه برومند بودن. من خیلی 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 این مجموعه رو دوست داشتم. یه تئاتر تلویزیونی کودک بود که معمولا داستانایی بود در مورد حیوانات و شاید خیلی وقتا در مورد آدم‌ها، و بعد نقش‌های مختلف داشتم و موزیکش رو، موزیک اول و آخرش رو من یادم، خیلی دوست داشتم. یکی از مجموعه مورد علاقه من بود و من اون زمان احساس کردم که من چقدر تئاتر دوست دارم، چقدر دلم می‌خواد جای اینا بازی کنم، چقدر یعنی اون احساس شادیه در من هست موقعی که اینو دارم تماشا میکنم. بشرا معذرت میخوام، گفتی اون موقع چند سالت بود؟ این مثلا چون آقای حکایتی مجموعه بود که فکر میکنم دو تا مجموعه بود، دو تا طولانی بود، اولیش من خب خیلی کوچیک بودم. بگو میخوام اون سن رو بنویسم برات، از نظر روانی میخوام تجزیه و تحلیل کنم مثلا اون موقع چند سالت بود؟ باید یه سرچی بزنم اینجا ببینم. حالا همینجوری عشقی بود. من 3 سالم بوده. اوکی. سالم بوده. زیر گنبد کبود اولی. کودک خردسالی بودی. فهمیدم. دومی مثلا بزرگتر بودم. اوکی عزیز جون. حالا ادامه بده، من میخوام یه نتیجه گیری بکنم. بگو عشقم. بعد خب من خیلی خیلی دوست داشتم، خیلی، یعنی همیشه احساس میکردم که چقدر این احساسه یه احساسی که جای دیگه تجربه نمیشه، و اینی که من مادر بزرگم، مامان پری که احتمالاً صدای منو میشنوند، که حالا بعد میگم الان که سلام مامان پری، من فریبرز داوودیان هستم. آره مامان پری تو ایران هستن الان و من مامان بزرگم شخصیت خیلی خیلی مهم و تاثیرگذاری در شخصیت من بودن. اون زمانی که من کوچیک بودم، من مادر بزرگم رو به شدت دوست داشتم، از هر کسی بیشتر، هنوزم خیلی دوستش دارم، و مامان پری بر من قصه میخوندن، قصه هایی که معمولا خنده دار بود. و خب توی اون زمانی که ما کوچیک بودیم، جنگ ایران و عراق بود، سختی های خیلی سخت بود، یعنی مثلا مردم درگیر خورد و خوراک بودن دیگه، اینترتینمنت و اینا میرفت توی لیبلای بعدی، یعنی خیلی سطح هرم نیازها خیلی در درجه اول بوده. بله خیلی از ما که در امریکا بودیم در اون موقع در واقع شاید دقیقا لمس نمی کنیم، گرچه که قلبمون برای ایران و ایرانی میتپه، ولی واقعا خیلی از ما نمیدونیم که شماها دقیقا روزانه و شبانه چه کشیدید در اون دوران، مخصوصا جوانهامون خیلی لطمه خورد. بله اون زمان که جوان بودن ما کوچیک‌تر بودیم، شاید متوجه نمی‌شدیم، فقط همینی که صدای آژیر می‌شنیدیم مثلا می‌ترسیدیم یا ولی خب تاثیر گذاشته رومون دیگه. و اون زمان من یادمه که خب خیلی برنامه‌های متنوعی از تلویزیون پخش نمی‌شد، برنامه‌های محدودی بود که یه سریش بود و من واقعا دوست داشتم. مامان پروین برای من همیشه قصه می‌خوندن یا شعرهای کمدی خنده‌دار می‌خوندن مامان بزرگ برای من، و من همیشه وقتی که می‌خندیدم مامان پری به من میگفت الهی قربون خنده ها تو برم. بعد برای من این خیلی لحظه خوشایندی بود و احساس لمس دوست داشته شدن واقعی، که خنده یک نفر همونقدر برای آدم شادی آفرین. برای من این یک لحظه ثبت شده است و یک لحظه که خیلی تأثیر گذار بوده در شخصیت من. من احساس میکردم که همشه دلم میخواد یک کمدی هم بشم، کسی که بقیه رو میخندونه. دوست داشتم اون لحظه رو برای بقیه ایجاد کنم، اون حالتی که چقدر مادر بزرگم رو دوست دارم برای اینکه منو میخندونه، اون ارتباطش، این خیلی تاثیر گذاشت بر من و دلم میخواست مثلا یک کمدی هم بشم. ولی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم، چون یک شغلی به نام استنداپ کمدی هم وجود نداشت در ایران که مثلا ما بدونیم خب یه شغلی هم هست به نام استنداپ کمدی. همه گفتن خب مثلا تو باید دلقک جمع باشی. چرا هست ولی اونها دولت رو در دست دارن و همه سیاستمدار شدن، در واقع سیاست ایران کمدیه. کمدی تراژدیه. حالا اون بحثش جداست، ولی واقعا اون زمان یعنی حالتی که احساس کنم که یک ارزشی داره این کار کمدی انجام دادن، خصوصا برای یک زن، احساس میکردم که خب نه مثلا زن که نباید بخواد تحت تاثیر اون اجتماع که بالاخره ارزش هایی که آدم از اجتماع میگیره، و بعد نه و بعد دیدم که نه چقدر خوبه. و من زمانی که شعر مینوشتم، من از 7 سالگی، یعنی زمانی که یاد گرفتم بنویسم، شعر مینوشتم. حالا میخوام همین بحث رو باهات باز بکنم و اتفاقا خیلی نتیجه گیری جالبی میکنم. بشرا، بیشتر اشعاری که من از تو شنیدم، اولا بگم که من روی اینترنت یه کسی برای من یه چیزی فرستاد، یه خانم بسیار زیبایی،
با دوستانش نشسته بود و شعری داشت میخوند. شاید خیلی از شنوندگان این کلیپ رو روی یوتیوب دیده باشن. روی یوتیوب هست. بله، که خانم بسیار زیبای ایرانی که تو بودی نشسته بود و در مورد یک مسواک که روی شلف مغازه هست یک شعر بسیار طولانی. من در اون موقع خودم خب این کارم شعر میگم یا شعر و ور میگم، در واقع فکر نمیکردم که امکان داره که تو خودت نویسنده این مطلب. گفتم که این چطور اینو حفظ کرده؟ با بالی کلا چه حوصله‌ای داره، رفته ساعت‌ها شعر در مورد مسواک رو حفظ کرده و به این قشنگی اکتمه میکنه. تا اینکه در منزل خود من در حضور تو بودم و دیدم که بیشتر از یک غزل اینطوری داری و میخوام ببینم الان میفهمم که بیشتر چیزهایی که تو مینویسی اولا فوق‌العاده جالب و دوست داشتنی و با طنز هستن و من میبینم که اون کودک 3 ساله تو هنوز مشغول به نوشتن در درون بدن 31 ساله تو 32 ساله تو، برای اینکه اشعار تو خیلی بستگی و پلی دارن با روحیه یک کودکی که با چشم یک کودک به اشیایی که در زندگی، یعنی تو در مورد اشیاء روزمره‌ای که هیچ کدوم از ما توجهی به اونها نمی کنیم شعرهای طولانی و زیبا سرودی و لذت بخش. چون نمیخوام وقتمون تموم بشه ازت خواهش میکنم چند خط از اون شعری که مثلا در مورد مسواک گفتی، یه شعری که در منزل من خوندی در مورد یک شالگردن بود که عاشق بلوز شده بود یا برعکس، درست میگم؟ که اصلا خارق‌العاده است در نوع خودش، بی همتاست. یکی دیگه در مورد میخ داری، درست میگم؟ آره. اینو خواهش میکنم برای من. طولانیه، من یه تیکه کوچیکشو میگم. بگوش هم بگو. خیلی طولانی هستش. خانم ها آقایان، بشرا دستور نژاد حقیقی با یکی از اشعار لطیف و زیبا و شیرین خودش. مدرسه میخ‌ها. تقدیم به تمام میخ‌های جهان. توی مدرسه های ایران درس خوندن. تو جعبه ابزاری که روی میزه، یه جعبه میخ درشت و ریزه. صدای 100 تا میخ دانش آموز میاد بیرون از توی جعبه هر روز. میخ کوچولوهای کلاس اول، میخ طویله بزرگ تنبل، یه میخ سرکج بلند زایه، 3-4 تا میخ 2 سر 2 پایه، یه میخ خوش استیله و پسرکش، نازمشون کیه؟ جناب چکش. آچار فرانسه که تو کادرشونه، معلم خوب زبانشونه، کتابای روانشناسی خونده تو اون 2 سالی که فرانسه بوده. دلش میسوزه واسه وضع ملت، بیرون از این جبه نداشته طاقت، برای خدمت به نظام آچار خواسته که برگرده به جبه ابزار. اما اگر دل بدی پای حرفاش میفهمی باطل شده وقت ویزاش. تا اینجاش بماند بلند. بازم داریم ما سیر نمیشیم. بشرای عزیز، صدا رادیویی، چهره سینمایی، قد و قامت عالی، نمیدونم والا، من اگه مچ میکر بودم خودم برای تو یک همسر ایدال با دکترایی چیزی، یه چیز آدم حسابی باید پیدا کنی بشراها. چرا؟ آخه برای چی؟ برای این که دیگه تو باید نه که تو رو کامل کنه، لیاقت تو رو داشته باشه. و بعد تو بشرای عزیزم یک روزی اون مادر بزرگی میشه که مادر بزرگ تو برای تو بود و تو به نوه خودت یاد میدی که چگونه با احساس زندگی کنه، چگونه شاعرانه حتی به یک میخ و یک چکش نگاه کنه عزیزم، و براش تعریف خواهی کرد که مشوق اصلی من فریبرزدا بودیام بود که نوه‌دار بشم و لبه خود را به دنیای هنر آشنا بکنم. بشرا جدی میگم، اگر لس آنجلس بودی که 1001 خاطرخواه لس آنجلسی پیدا میکردی. ایشالله که بیاییم برا تگزاس هم و یه عالم هفتیرکش. آره، یه شعرم برای در مورد هفتیر و هفتیرکش های تگزاس بگی بشرا جون. کار بعدی چیه میشه برامون بگی؟ با این شو چیز که سفر خواهید کرد با شاهرخ، درسته؟ با شاهرخ سفر خواهیم کرد. بله، در نقش منوچهر سفر خواهم کرد و انشالله که شهرهای بیشتری، حالا فعلا که سفر بعدیمون نیویورک هستش، ما منتظر سیاتل هستیم انشالله، یعنی من خودم خیلی دوست دارم چون مامان و برادرم سیاتل هستن.
فیلم سینمایی هستش انشالله، حالا ببینیم چجوری میشه. من فعلا دارم سکریپت رو میخونم ببینم که حالا کارهایی هست دیگه. فعلا مطمئنم که برای انسانی مثل تو کار زیاده. خودم اون بزرگه فریبرز جون هست. باش راجون هست، ماشالله به تو، ماشالله به هنرت. دوستان میتونن اشعار تو رو روی یوتیوب یا فیسبوک پیدا کنن؟ چجوری باید بگردن؟ فقط اسم بشرا رو میتونن سرچ کنن؟ فکر میکنم چون من هیچ کدوم از اون شعرها رو خودم منتشر نکردم، اما الان کاری که میخوام بکنم اینه که خب میبینم خیلی از عزیزانی که این شعرها رو دیدن و دوست داشتن به من خیلی پیغام میدن و من سعی میکنم جواب بدم به همه. سعی میکنم که حالا بنویسم اینا رو، یه مجموعه کنم، شاید که بخوام یه حالت مثلا انیمیشنی روش کاری انجام بدم، ممکنه که با برادرم انجام بدیم کار انیمیشن روش. ولی حالا سعی میکنم که یه کار بیشتر به راحت ادامه بده. بله. به راحت ادامه بده. دوستان تو رو به زودی بقیه بیشتر بخندن. میخندن. فکر اینی که مردم خندیدن به این، یعنی مثلا نوشته 100,000 نفر اینو دیدن. فکر میکنم 100,000 نفر مثلا 3 دقیقه به این خندیدن. این خیلی برام خوشایند. من و تو یک ژن داریم و من دقیقا میفهمم چی میگی. منم از شاد کردن و شاد بودن دیگران خودم شاد میشم. با تو خداحافظی میکنم بشرای عزیز. بسیار از صحبت با تو لذت بردم. به امید دیدار تو روی صحنه تئاتر و صفحه سینما. از وقتتونم ممنون. خدا نگهدار. موسیقی آذربایجان به دیدار لس آنجلس آمده. فقط یک شب کنسرتی بی‌نظیر با حضور نوازندگان چیردست و گروه رقص اعجاب انگیز آذربایجانی، شنبه 6 می ساعت 7:30 در اورفیوم تئاتر در داونتاون لس آنجلس. ورود برای عموم آزاد است، پس بلیط‌های خود را هر چه زودتر رزرو فرمایید. این کنسرت فرهنگی هنری محصول کشور آذربایجان را از دست ندهید. 310-254-8572 310-254-8572. جنیسیس اولین، بهترین، معتبرترین و قدیمیترین مرکز گردهمایی پدران، مادران و بزرگسالان ایرانی در قلب ولی به اطلاع می‌رساند. پدران و مادران عزیز، تنها در خانه نمانید، چرا که در مرکز جنیسیس همسن و سالان شما در محیطی گرم و دوستانه با بهترین امکانات از قبیل ورزش دست جمعی صبحگاهی، یوگا، بینگو، سرگرمی‌های گوناگون برای تقویت حافظه، موسیقی، رقص، آواز، برنامه‌های هنری با حضور خوانندگان معروف، جلسات شعرخوانی منتظر دیدار شما هستند. در جنیسیس از شما با صبحانه و نهار و اسنک کاشر پذیرایی خواهد شد. همچنین در مرکز بزرگسالان جنیسیس گروه تراپی و خدمات مددکاری، فیزیکال تراپی و خدمات نرسینگ از گرفتن فشار خون و سرویس هایی در جهت سلامتی توسط رجستر نرس ارائه می شود. با داشتن مدیکال شما هیچ گونه هزینه ای نمی پردازید. 818-349-7475 عضو 08 ایرانیان با سرویس رفت و برگشت. مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه. آقای کاپیتان؟ خانم رئیس، در خدمتگذاری حاضرم. صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره. اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟ اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم. خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه. خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد. این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد. رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966. رامین آریان بفرمایید. تنها زن گله نمک ایران بدری همتیار با آوای زیبایش یک شنبه 14 می ساعت 8 شب به مناسبت روز مادر در رستوران شاندیز جشن میگیرد. شما هم دعوتید. 818-208-7000. برای ایجاد سرمایه‌گذاری مطمئن با من احمد باروتی مشاور امور مالی مالیاتی و سرمایه‌گذاری و برای برنامه‌ریزی تراست و انتقال پول از ایران با من نازنین باروتی استیت پلنینگ اترنی تماس بگیرید. 424-465-9000 424-465-9000
بهشت زیر پای مادران است. گالری فرش کوروش با عرض شادباش به مناسبت روز مادر، حراجی بی سابقه را این بار با تنوع بیشتر و قیمت‌های باور نکردنی‌تر برپا نموده است. به این قیمت‌های بی‌نظیر توجه کنید. قالی 6 متری چل ابریشم تبریز از 2500 دلار، قالی 9 متری تبریز از 3500 دلار، قالی 12 متری تبریز از 5500 دلار و قالیچه تبریز از 1200 دلار. همچنین فرش کوروش مفتخر است در این حراج انواع فرش‌های غیر ایرانی را با طرح‌های مدرن و قیمت‌های غیر قابل رقابت به شما عزیزان عرضه کند. گالری فرش کوروش از اول می با شروع حراج استثنایی روز مادر به مدت 2 هفته پذیرای شماست. سرویس شستشو و تعمیرات نیز پذیرفته می‌شود. آدرس 22540 ونچور بولوارد در وودلند هیلز. با خرید فرش‌های بی‌نظیر گالری فرش کوروش بهشتی زیبا زیر پای مادران خانواده خود پهن کنید. 818-279-5341 818-279-5341 Radio Iraq. Could I please have some more? Radio Iraq. Radio Iraq. یک کلام بشنو از اطرت خان. صبح شما بخیر بانو اطرت الهی، دوست عزیز فیسبوک بنده. چقدر خوشحالم که صدای شما رو حضوراً میشنوم. بله منم همینجور، واقعا خیلی دوستتون دارم، از فناتون هستم. لطف در فیسبوک به ما هم که لطف نمی کنین از اون برنامه هاتون رو یه بارم این ور بیارین شما. والا ما اونجا دنبال پروموتر میگریم، این آدم و حوامون رو میخوایم بیاریم شمال کالیفرنیا. با یکی دو نفرم در صحبت هستیم، ولی یارو میگفت نمیتونم یه جوکی بود بگم، ولی جا نیست، تئاتر نیست، فضا پیدا نمیشه، خیلی سخته، ولی دیگه سعی خودمون میکنیم. چشم، ما عقب افتاده ایم دیگه، این وره اختیار داری. بله دیگه شما. نه شما مهد هنر ایرانیان در شمال کالیفرنیا است اونجا الان. ببخشید من از بشرا خانوم پرسیدم اسمشون یعنی چی، معذرت میخوام، من بی سوادم، من امریکا بزرگم. میشه بفرمایید اطرت یعنی چی؟ اطرت خانوم، حالا شما ببینم میخواین لغتنامه یه چیزی در بیارینش امروز؟ من اسم بادرم اشرت بود ولی اطرت نشنیده بودم. اگر به من بگین بالاخره شاید بعضی ها مثل من ندونن، چون ماشالله شنوندگان ما خیلی هاشون دیگه غربی شدن و غرب زده و امریکایی. ولی اطرت هم بازم داستانی داره، همونجور که بشرا خانم گفتن. مادر من در مدرسه از کنم که میشنری در همدان از 7 سالگی درس میخونده، اونجا شبان روزی بوده. بعد یه دوستی داشته، تنها دوستش یه خانم ساکیان بوده، بعد یکی از دوستان ایرونیش اطرت بوده، اسمش اطرت کاردوش بوده، که من هیچ وقتم این خانمو هرچی گشتم پیدا نکردم. انقدر با این صمیمی بودن و دیگه بچگی تو اون شبان روزی بیچاره ها رو چپونده بودن، این اسم منو وقتی که من دنیا اومدم من از روی اسم این خانم گذاشته اطرت. ولی من خودم حالا من خودم دنبال این اسم که میگشتم، اسم عربی باید باشه، برای اینکه به معنیش هستش خیشاوند، یه معنی دیگه هست ناموس، که من خیلی بدم میاد از این. ولی من به شما واقعا با شما همیشه احساس خیشاوندی داشتم و حالا میفهمم که این به خاطر اسم قشنگ شما بوده. اطرت خانم اون دومیش ناموس خیلی بده. وقت اسم پدر من ابوالفضل بود، اذیت هم میکردن، میگفتن ناموس ابوالفضل. الله اکبر. خب ولی ناموس رو میشه خوبم ترجمه کرد. بالاخره ما ایرانی ها خیلی آدم های ناموسی هستیم که یه جور چیز خوبیه دیگه، یعنی محافظت میکنیم از اقوام و فامیل و همخون خودمون. منم همینجورم، حواستون باشه. من چاکر شما هستم. خانم الهی امروز چه مطلب شیرینی طبق معمول با ما در میان میگذارید؟ امروز والا میترسم که به قول یکی از دوستان میپرسید از من که تو دوستی هم داری با این حرفایی که میزنی. گفتم والا نمیدونم، در اون ور در لس آنجلس که دوستی ندارم، حالا در این ور که چون نمیبینم کسی رو ممکنه دوستانی داشته باشم. مطمئنه. حالا این هفته هم بله ممکنه آقایون، خلاصه به جنگ آقایون رفتیم، شوهران عزیز رو میخوام راجبشون صحبت کنم. بفرمایید، من شاید جبران کنم در فرصتی، ولی بفرمایید. عرض کنم که اینا واقعا همش حقیقیه که من میگم، اصلا چون من نه داستان نویسم هیچ چیزی رو تصور نمی کنم. بنابراین هفته پیش با چند تا از دوستان باز دوره هم جمع شده بودیم. معمولا این دوره ها در این ور
کمتر به دوره های اون ور شبیه، برای که دوره های این ور چند بحث و گفتگوه اون ور رامی و بلوتو و از این بریج و از این قرصی بازی هست که ما این ور نداریم. ما اینجا برای بحث و گفتگو جمع میشیم، درباره سیاست هم صحبت میکنیم، بلکه در مورد مسائل روز که خودمونم تو اون شریک هستیم صحبت میکنیم. هر کدوم یه ما دو ماهی دوره هم جمع میشیم برای اینکه تولد، مخصوصا تولد یکی از خانوما باشه، یه جشن کوچیکی توی رستورانی کافی شاپی خلاصه برپا میکنیم. و عرض کنم که آقایون هم هیچ وقت تو این دوره های ما راهی ندارن. گاهی هم اگه یکی از خانوما جوک یا مطلب با نمکی داره برامون تعریف میکنه. در گرده همایی هفته پیش که اتفاقا احتمال خیلی پیشه، چند ماه پیش تولد من بود، قرار بر این بود که در اونجا به جای کادوی تولد کسی یک جوک جدید یا یک مطلب بامزه تعریف کنه. نفر اول پری خانمی بود که صحبت شروع کرد و گفت صحبت من درباره شوهر خودمه که میدونم شامل بیشتر آقایونم میشه. شوهر من کاراکتر با نمکی داره. اولا مثل تمام آقایون از اینکه کسی تلفن کنه و شوهر محترم در حال چرت زدن بعد از نهار باشه و من مثلا جواب تلفن رو بدم و بگم آقا ایشون خواب هستن، به قدری ناراحت میشه که حد نداره. میگه بابا من خواب نبودم، رفته بودم به خواهر، پای تلفن به اون آقا میگه رفته بودم ورزش، خانم شوخی فرمودن. یا مثلا اگه خواب باشه تلفن زنگ بزنه و از خواب بپره تلفن رو برداره و طرف احتمالا بگه ببخشید از خواب بیدارتون کردم، سینش رو صاف میکنه و میگه اختیار دارید، الان از در وارد شدم که حضرت عالی تلفن فرمودید. البته این دروغگویی مخصوص شوهر بنده نیست، آقایون اکثرا دروغگویند، حتی در مسائل کوچیک در مورد خوابیدن یا نخوابیدن. خلاصه میرا وسط حرف پری دوید و گفت که باورتون نمیشه شوهر من چی کاراکتری جالبیه، شاهکاره. اگه نهار چلو کباب خورده باشه ازش بپرسین که نهار چی خوردی، بدون تعامل جواب میده عجب قرمه سبزی بود، چه قرمه سبزی با خوردیم. این البته شوهر ایشون بود. بله. به نگاه های خشناک منم اصلا توجهی نمی کنه. خانم سوسن وسط حرفش دوید و گفت که من چه کار با نمکی کردم، به من اگه بگم به من مدال میدین. همه با کنجکاوی گفتن خب بگو ببینم چی شاهکاری کردی. سوسن گفتش که ولی که قول بدین که اینو جایی تعریف نکنی. همه گفتن که نه قول میدیم قول میدیم. سوسن گفت که شوهر من این مسئله خیلی جدیه آقای داویدیان، واقعا حقیقی حقیقه، مطمئنم همه آدمیشم همه بیشتاسید این مسئله که من میخوام بگم. گفت شوهر من در مورد خواب حساسیت داره، اصلا معتقده که خواب نداره، دائم میخوابه، آقا میگه اصلا خواب نداره. گوی اوقات خورپوفش بلند، بچه ها رو ساکت میکنم که بیدار نشه، وقتی بیدار میشه میگم که خب عزیزم الحمدلله خوب خوابیدی. میگه که من خواب نبودم، من تمام مسائل دوره برم متوجه بودم. داستان از اینجا شروع میشه که ایشون شبا برای بهتر خوابیدن قرص تماس سپن بخوره. اون تماس سپن رو میشنسی شما قرصش و خیلی قرص قویه، خیلی بندازه واقعا. اگر اضافه دارین به من چند تا بفرستین، بعضی وقت خونه میتونم بخوابم. حالا میگم از اینایی که آخر صحبتم دارم از اونا براتون میفرستم. بله اونم تماس سپن بخوره با دوز بسیار بالا. به طوری به این قرص عادت کرده بود که اگه یه شب نمیخورد تا صبح نمیخوابید. من واقعا نگران شده بودم که مبادا این قرص که ضررش از بیخوابی بیشتره احتیاط پیدا کنه. فکری به خاطرم رسید، هفته بعد خودم رفتم نسخه از داروخانه گرفتم و کپسولا رو گرفتم. بعد از ظهری بود، شوهرم در خواب بود، با دلواره به آشپزخونه رفتم، یک کاپ آرد برداشتم و رفتم دستشویی، در رو بستم، کپسولا رو دونه دونه خالی کردم، به جاش پودر خواب آور ریختم دور و به کپسولا رو توش پر از آرد کردم. بعد کپسولا رو دوباره با زحمت به صورت اولش در بردم و تمیز کردم و تو شیشه ریختم و درشو بستم، گذاشتم تو پاکت دواخونه و گذاشتم اونجا. موقع شوهرم بیدار شد، پاکت دواخونه رو کانتر آشپزخونه دید، برداشت، دلم شور میزد ببینم چی میشه. شب شد، بعد از شام شوهرم در شیشه تامازوهن رو باز کرد، یک کپسول برداشت و با یک لیوان آب نوشیجان کرد. دلم شور میزد،
خدایا چند بار بیدار شدم رفتم نگاه کردم دیدم خوابه. بعد خیالم راحت شد. همه با هم پرسیدیم خب بعد چی شد؟ سوسن گفت چی؟ 3 ماه از اون تاریخ میگذره و من هنوز هر ماه مشغول تعویض پودر خواب‌آور داخل کپسول با تامازوف با آرت هستم. شوهرم با این کپسول آردی چه خواب راحتی میکنه. باورتون نمیشه که حتی سر مردای خیلی باهوشو میشه کلا گذاشت. همه ما نفس راحتی کشیدیم به هوش سوسن آفرین گفتیم، به خصوص که میتونستیم شوهر سوسن مرد بسیار باهوش و دانشمند آگاهیه. براش دست زدیم، هورا کشیدیم، برای هر اون آرزوی سلامت کردیم. پس قبول کنین که خانوما همیشه یه پله جلوتر از آقایونن و کمی باهوشتر. و این آقا رو از دوستای آقای سرشار، این آقایی که از شب کپسول آرد بخوره، آقای سرشار الان میدونم که داره گوش میده. این دوست شما واقعا باورم نمیشه چی جوری کلا سرش گذاشتن. حالا خدمتتون که رسیدم اسمشو بهتون میگم. شما هم میشناسینش آقای داویدیان. مطمئنم. خانم الهی من از این میترسم که نکنه که این آقا در واقع زرنگتر از خانمشون هستن و ایشون از قبل در جعبه آرد این دوای مارتی پازن رو ریختن، شاید من اشتباه میگم، و که خانومشون به جای آردون رو بخوره بخوابه. خانوم نگفته منم هر وقت نون میپزم خیلی خوابم میگیره؟ نه، از اون نونا براتون میفرستم. بسیار شیرین فرمودی. من این مسئله فکر میکنم خیلی جالب گفتین، خیلی شیرین صحبت میکنین واقعا خانم الهی. منم فن شما هستم. این جریان مال فقط آقایون ایرانی نیست، نمیدونم ایرانی ها حتی بانوانشون فکر میکنن که خوابیدن یک جور کزرژن و ناآگاهیه. شوهر خود منم همین جوره. بابا خوابی آخه، یکی تلفن میکنه الان از در وارد شدم، میگم بابا آخه چه اشکالی داره؟ بابا خواب بودم. نه، میگن که خواب نبودم، 1 دقیقه چشمهام رو روی هم گذاشته بودم. مادر من همینطور بود، خدا بیامرز. هر وقت که من در طول روز بهش تلفن میکردم با صدای خواب آلوی گرفته تلفن رو جواب داد. معلوم بود که قبل از اینکه گوشی به تلفن به گوشش برسه چند بارم خورده زمین تلفن رو، چون نمیتونست تو خواب درست بگیره. و بعد میگو الو، من گفتم که مامان جان ببخشید، مثل اینکه خواب بودین، و شروع میکرد به قول شما خواب چیه، من خوابم نمیبره و و و و. در این حال خانم الهی همیشه گله من بود که من دیشب تا صبح نتونستم بخوابم. بله. بعد از 40 خورده سال عمر بنده بالاخره کشف کردم که ایشون در طول روز انقدر میخوابید که شبا خوابش نمیبرد، ولی هیچ وقت اعتراف نمیکرد. نخه آقایون، نه نمیتونم واقعا. شما هم همینطوری؟ والا من اصلا نه، من از خدامه که بخوابم، خوابم هم خیلی سنگینه، چون میدونی نه پول کسی رو خوردم نه حق کسی رو خوردم، راحت میخوابم، از خواب خودم هم لذت میبرم. ولی حقیقتا خانم الهی دلم میخواست که نخوابم. یعنی وقتی این روزهای زندگی رو میبینم با چه سرعتی میگذره، این هفته ها با چه سرعتی، و منی که یک کودک 5 ساله در منزل دارم، هر شب که ما باید این دو طرف های 8.5 اینطورا بخوابونیم، متاسفانه برای سلامت اون، من دلم میخواست که میتونستم با فرزندم تا 3 و 4 صبح بگم و بخندم و شوخی کنم. در واقع این خواب چیز خوبی نیست. حالا خودمونیم، شاید برای همین ماه این فرزند عکسشو دیدم، لطف داریم، پسر با مهر و محبتیه، هر شبم به زور میخوابه، اونم از الان. هر روزم که میگه مدرسه نمیخوام برم، میگیم چرا؟ میگه برای اینکه نپ تایم داریم، من رو به زور میخوام بخوابونم و من نمیخوام. یعنی این بچه عاقله، میدونه که باید از این 2 روز زندگی حد اکثر استفاده رو ببره. خانم الهی عزیزم، خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمت شما بودم حضوراً. بسیار خیلی خوبه، برای اینکه شما اینقدر تعریف میکنین امر خدا آدم مشتبه میشه. خیلی خوبه، حق دارین که بله، خودتون رو قبول داشته باشین، خودتون رو دوست داشته باشین. اگر هم آقای الهی هیچ وقت شما رو اذیت کردن، من خودم بلیت 1 طرفه میفرستم، شما پرواز کنید جنوب کالیفرنیا، اینجا 1000 خاطر خواه دارین شما. حتما. روزتون خوش. خوشحال شدم. KIRN 670 AM Radio Iran.
جهان. شما کجایید؟ دقیقاً کجایید؟ در صحنه تصادف؟ در محل کار؟ دچار صدمات بدنی شده اید؟ شما کجایید؟ دقیقاً کجایید؟ هر کجا باشید، یک وکیل با کادر گسترده خود 24 ساعت و 7 روز هفته در کنار شما و پشتیبان شماست. پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. در هنگام تصادف، من و همکارانم با شما و در کنار شما خواهیم بود. شما کجایید؟ دقیقاً کجایید؟ در محل تصادف، در حین کار، هنگام صدمات بدنی کافی است با 818-777-777-777 و یا لکی 7 تماس بگیرید تا از حقوق قانونی شما دفاع شود. شما کجایید؟ هر کجا باشید، در هنگام تصادف پیام شایانی با شماست. You got the pink, we got the green. پول فوری لازم داری؟ ماشینتون پیاف شده؟ فقط با یه تلفن 1-800-640-CASH بدون کردیت چک در کمتر از یک ساعت به پول مورد احتیاجتون خواهید رسید، مبنا بر ارزش ماشینتون. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما carcashloans.com مراجعه فرمایید یا با شماره 800-640-2274 تماس. All loans made or arranged pursuant to a Department of Business Oversight California Finance Lender License. آگهی استخدام. یک کلینیک پزشکی به یک خانم با سابقه کار منیجمنت کلینیک در امریکا و مسلط به زبان انگلیسی نیازمند است. 310-498-1590 برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی SSI، بیمه های مدیکل، مدیکر، حقوق بازنشستگی و کلیه امور مهاجرتی با دفتر مهوش مازگانی تماس بگیرید. 310-273-5228. نگاه میدیا بار دیگر تقدیم میکند جشنواره هنر برای مردم، یک شنبه 18 جون، هتل ایروین، اورنج کاونتی. فرصتی دوباره برای دید و بازدید از غرفه های معتبر. جشنواره هنر برای مردم با هنرمندان محبوب همگان، مرتضی، طعم لب طعم عسل، بوسه تن برگ گل، رشید، همه میگن تو بهترینی میونه خوشگلا، تو از همه، شهاب، مادر خون و نازنین من تویی، مهرو، من به هوایش به تو، تو به و گروه دیونیک. بیا نازی کن دل و رازی کن، بیا تو شبام. جشنواره هنر برای مردم یک شنبه 18 جون، هتل ایروین در اورنج کاونتی. ورود برای عموم رایگان است. برای رزرو غرفه هر چه زودتر با آقای افشین گردونی تماس بگیرید. 949-870-6461 949-870-6461. سپانسرد با USVIP گروپ. Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان. Keep your friends close. با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران. کلوزآپ. دوستان رخصت، منم پنل سولار از المپیکسان شیک و بیزیان، یه خبری دارم، اگه برق بشه سولار خرجی نداره، راحتی میارم، هوا گرمه تو تابستون، چقدر برق رایگانه، خونه سرد تو زمستون، چقدر برق رایگانه، منم پنل سولار از المپیکسان شیک و بیزیان، بازم یه خبری دارم دیگه، واسه برقتون کار و خونتون هیچ کمی ندارین، اگه سرد بشه هوا گرم بشه هوا، پول برق ندارین جونم، پول برق ندارین عزیز، پول برق ندارین. انرژی آسان با سولار المپیکسان. یک سال پول برق خود را میهمان المپیکسان باشید. 818-444-88-88 818-444-88-88. پیامی از رادیو ایران. ما ایرانیان به طور سنتی ریخت و پاش، دور ریختن و هدر دادن را دوست نداریم. هم نسلان من یادشان هست که بازیافت یا ریسایکلینگ همیشه در ایران رایج بود و ما نیز چنین فرا گرفته ایم. اکنون که کالیفرنیا را هدر ندهیم، امروز آب را حفظ کنیم تا فردا شرمنده فرزندان خود نشویم. حفظ آب، حفظ زندگی است. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار.
یاران عزیز سلام، امروز به جای صدای لطیف و قشنگ و رسای خانم هما سرشار عزیز، صدای زشت و خراشیده فریبرز داودیان رو میشنوید که در غیاب ایشون در خدمت شما هستم. به ساعت دوم برنامه امروز شنبه 6 می سال 2017 میلادی برابر با 16 اردیبهشت ماه سال ماه 1396 خورشیدی، کی داره جور کرده؟ این خورشیدیه، اون میلادیه. والا همه جای دنیا امروز یک روز ابری است، بعضی جاها آفتابی. البته با شما هستیم در بخش دوم برنامه صبحانه با هما سرشار با مهمانانی دیگر و صحبت‌های شیرین‌تر. با ما باشید تا ساعت 10 صبح امروز. یک هنرمند، یک اثر. بله، در واقع امروز دو هنرمند یک اثر، چرا که دو عزیزی که در تهیه و کارگردانی فیلم بسیار جالب و هنری که افتخار تماشای آن را در لپتاپ خود داشتم در چند شب اخیر، این دو هنرمند با ما هستند. این دو عزیز که فیلمی به نام رادیو دریمز، یا اگر ترجمهش رو خودشون بعدم بگن شاید میشه رویاهای رادیویی، این فیلم رو تهیه کردند و الان باهاشون صحبت قشنگی داریم. این فیلم به زودی روی اکران خواهد رفت. مهمانان عزیز این بخش از برنامه خانم مرجانه مقیمی و آقای بابک جلالی هستند. دوستان سلام عرض میکنم. سلام فریبرز جان، حالتون چطوره؟ بابک تو هم هستی رو خط؟ سلام. بله. خب عزیزان، من میدونید که بچه قرن 21 هم و شما و فلان و اینا سخته برام اگه بدونم هم سن و سالیم، تو شما رو خطاب میکنم. امیدوارم که هر دوی شما عزیزان خوب باشید. از دو جای مختلف دنیا با ما تماس دارین، درسته؟ مرجان جان تو شمال کالیفرنیا هستی؟ من سان فرانسیسکو هستم، ولی امروز برای این سکرینینگ UCLA که روز یک شنبه لس آنجلس هستم. و بابک جان در آن سوی جهانه، درسته بابک؟ بله، من متاسفانه نتونستم بیام لس آنجلس، ولی الان در حال حاضر در بروکسل هستم، در بلژیک. سلام زیاد ما رو به همه اون بلژیکی های عزیز برسون. خب فیلم رادیو دریمز رو به فارسی هم براش اسمی گذاشتین؟ نه، فکر کردیم چون رادیو دریمز اسمی که میتونه به زبان فارسی هم همون زیبایی خودش حفظ کنه، همون رادیو دریمز بیگرش داشتیم. قشنگم بود فیلمم، من دیدم و بسیار جالب بود. اگر که دوست دارید خودتون بیشتر در مورد فیلم صحبت بکنید، من در خدمت شما هستم. میدونیم که فیلم در UCLA به نمایش خواهد آمد. این رو اول بگیم که دوستانی که علاقمند هستن تاریخ و وقتش رو بدونن، بعد در مورد فیلم با هم صحبت میکنیم. فیلم ساعت 8 شب 1، میخوای تو بگو بابک؟ با هم تعارف کنیم الان وقت تموم میشه. میخوای من بگم؟ فیلم ساعت 7 شب 1 شنبه در دیلی وایلدل تیاتر که توی هامر میوزیوم هست نشون داده میشه. الان متوجه شدم که آنلاین سیلز فیلم تموم شده، برای هم دوستایی که میخوان فیلمو ببینن یه ساعت زودتر روز یک شنبه اگه برن گیشه اونجا میتونن بلیت بگیرن. فانتاستیک، بسیارم. سالن قشنگی، یکی از سالن‌های خوب لس آنجلس. بهتون تبریک میگم دوستان، فیلم بسیار قشنگ و پرمعنایی تهیه کردین. مرجان جان، ما میدونیم که در امریکا فیلم تهیه کردن کار هر کسی نیست و فیلم خوب تهیه کردن بابک جان و کارگردانی کردن هم هنر به خصوصی میخواد. آشنایی شما از چه راه بوده؟ چی شد که فکر کردید که این سوژه باید ساخته بشه با این همه زحمت و هزینه که ساختن یک فیلم در بر داره؟ چرا رادیو دریمز؟ تعارف نمی کنم مرجان، برو. من یه کتاب خونده بودم، آن جولیان دی اسکریپت رایتر، سالهای پیش، که خیلی دلم می‌خواست که این فیلمو حتما درست کنم، مخصوصاً که دوستای هنرمند زیادی تو سان فرانسیسکو داشتم که دلم می‌خواست یه روزی با همه اونا کار کنم. بعد دورا دور من کارهای بابک رو دنبال می‌کردم، خیلی دلم می‌خواست که یه روزی با بابک کار کنیم، که شانسی هر دومون فستیوال بردین بودیم، اونجا با هم آشنا شدیم.
و این سابجکت رو بهش پروپوز کردم و خوشبختانه بکم قبول کرد و خیلی سریع این اتفاق افتاد. یعنی واقعا در عرض یه سال ما همه کارهای بابک سکریپت رو نوشت، ما تونستیم فان جمع کنیم، کستین کردیم، شوت کردیم و خیلی سریع این اتفاق افتاد. میدونید بعضی از این کارها اگه سری نیفته اصلا نمیفته و اتفاقا شانس آوردین. یعنی بعضی وقتا کار شما رو میکشونه نه شما کار رو. وقتی که یک پیغامی باید گفته بشه و یک مطلبی جالبه و لازمه که مطرح بشه، یه دفعه خودش هویت خودشو پیدا میکنه و تون تون میره و شما در واقع دنبالش میدوین. فیلمتون پر از معنا و مفهومهای جالبی بود که من اون رو قصه کوچ میدیدم. به نظر خودت بابک جون چه پیغام اصلی در این سناریو نهفته شده؟ اگر میخواستی در یک جمله بگی که این فیلم در مورد چیه، در مورد چی بود؟ در یک جمله؟ حالا فوقش دو جمله دیگه، سه جمله و چهار جمله شده میدونم. والا فکر کنم همه تا که گفتیم داستان در برای یک گروهیه که تازه کوچ کردم با آمریکا، یعنی در چند سال اخیر. بله. و در این شبکه رادیویی کار میکنن. داستان تو یه روز اتفاق میفته و نشون میده یه جورایی همشون گمن، همشون در این حالتی که خودشون پیدا کردن گمن. و دو جمله رو همینطوری فهمیدم بگم والله راحت تری که میتونم. ولی داستان هم درباره مهاجرت و کوچ بیشتر میپکم، سوژه اصلیش همینه. ولی داستان طبیعی نیست که مثلا چه که بگم که نشون میده گذشته اینا چی بوده، آیندهشون چیه. داستان فقط تو یه روز اتفاق میفته و مثل یه جوری یک روز زندگی ایناست در این لوکیشن، که این لوکیشن هست یه شبکه رادیویی تو سان فرانسیسکو، و یک اتفاق استثنایی قراره بیفته تو این شبکه در این یک روز. و در اصل نشون میدیم که چکلی اینا همشون یه جورایی از یه جورایی گمن. دقیقا همین پیغام رو من از فیلم گرفتم. یعنی در واقع displaced شدن به قول امریکایی ها، یعنی در اثر این کوچ هیچ کس جایی که باید باشه نیست. کشتیگیر صاحب رادیو شده، نویسنده گوینده رادیو شده، دختر صاحب رادیو مجبور شده بیزنس وومن بشه و و و و و و این یکی از نکات نهفته شیرین قصه بود. و البته باید گفت که صدا و موزیک فیلم خیلی عالیه، برای اینکه فیلم جریان میگرده. در واقع پیغام دوم فیلم پیوند این دو گروه موسیقی از دو نقطه مختلف جهان هست و با چه مهارتی شما این دو رو، حالا نمیگم آخر فیلم چی شد، ولی این پرالل رو یا این موازی رو به وجود آوردید بین یک گروه افغانی راکن رول و یکی از معروفترین گروه های امریکایی راکن رول به نام متالیکا. این هم کار آسونی نبوده مرجان جان، و این کار یک پرودوسر خوبه که بتونه این کار رو انجام بده، درسته؟ درست باشه که خودم نمیتونم بگم، ولی واقعا یکی از چیزایی که خیلی منو کمک کرد گروهی بود که باش کار میکردم و انگیزه که داشتم که حتما این فیلم ساخته بشه. و همجور که تو گفتی گاهی وقتا فیلم آدم رو دنبال خودش میکشونه. منم اول که میخواستم گروهی که همین مثلا متالیکا جاشو بازی میکنه انتخاب کنم، واقعا چند تا چویس مختلف داشتم و یکی از بازیگرهای فیلم به من گفتش که متالیکا در حقیقت یه جوری آرزوی تمام جوانای ایرانی بود که اون زمانی که اون توی ایران موسیقی درست میکرد. فانتاستیک. اگه قراره که یه گروهی رپریزنت کنه آرزوی موزیسیانای جوان راک ایرانو، متالیکا خواهد بود. و خیلی اتفاقی من وقتی که یه فستیوال بودم با فیلیپ کافمن آشنا شدم که لارز تو فیلم قبلیش بود
و اون ما رو اینترودوس کرد. واقعا فیلم راه خودش رو پیدا کرد و ما تونستیم که متالیکا رو بیاریم توی فیلم. قشنگ میگی. ببین تو دو بار در صحبت امروزت گفتی اتفاقی. اتفاقی با بابک آشنا شدی، اتفاقی شخصی سرست، و اینها شاید هم واقعا اتفاق نیستند. این مسیر تو رو با خودش برده. و چطور ممکنه که تو اتفاقی تو گروهی که پیدا کردی در واقع راست میگی بوت این راک میوزیشن های خارج از امریکاست و تو زدی به هدف انقدر قشنگ به قول خودت اتفاقی. ولی من فکر میکنم که این چیزها اتفاقی نیست. آدم وقتی که چشم و گوشش بازه اتفاقات دور و برش رو دقیقاً میتونه باهاشون هم چیز بشه، هماهنگ بشه، و در واقع تو حواست جمع بوده. کار قشنگی کردین، بهتون تبریک میگم. محسن نامجو که در واقع جزو موزیسین‌های محبوب منه، جزو پدیده‌های جالبی که از ایران خارج شده، در این فیلم نقش اصلی رو داره و بازیگر خوبیه و کارش رو قشنگ انجام داد، خیلی در کاراکتر خوبی بود. چطور کار با محسن رو یافتید که در واقع شاید بازیگر حرفه‌ای نیست؟ منم مثل شما محسن نامجو رو از طریق موسیقی میشناختم، یعنی شخصا نمیشناختمش. اتفاقا با موسیقیش آشنا شدی بابک؟ اتفاقا یه نفر یه روز تو ماشین موسیقیش گذاشت، من خوشم اومد، ولی چندین سال پیش بود، ولی شخصا نمیشناختمش. مرجانه ولی محسن رو میشناخت و همون اوائل پروژه وقتی داستان جور گرفت مرجانه گفت که محسن میتونه به محسن نشون بدیم فیلمنامه رو و بازیگر ایدال واسه این نقش میتونه محسن باشه. و من یه فیلم دیگه محسن دیده بودم، چند کیلو خورما، مال کار سامان سالور، که تنها فیلمه که قبلا محسن توش بازی نقش اصلی هم داشت توی ایران، تقریبا فکر کنم بیشتر ساعت 13-14 سال پیش. بعد ولی مرجانه، پیشنهاد مرجانه بود که محسن بازیگر ایدئالی واسه این نقش رو، و فیلمنامه مرجانه واسه محسن فرستاد و خوشبختانه قبول کرد. باز هم باری کلاب مرجانه مقیمی. نه و این یه دونه فقط اتفاقی نبود، چون من با محسن توی تئاتر آقای بیزایی، سایه بازی آقای بیزایی، جام بلادور با هم کار کرده بودیم و من اونجا شخصا دیدم که محسن چه توانایی‌هایی رو به عنوان یک بازیگر داره، چون اونجا نقش مثلا 7 تا دیو مختلف رو محسن بازی میکرد که روزتا اجرا میکردن. بعد هم اونجا فکر کردم که اگه یک روزی فیلمی باشه که مناسب باشه، واقعا محسن میتونه هنرمندی درجه یکی باشه. بله، خیلی کارش قشنگ انجام میده. برای اینکه به نظر میاد که هنرمند میتونه در هر زمینه‌ای به خودش رو نشون بده. بشرا هم که باش مصاحبه کردیم نقشش رو بسیار خوب ایفا کرد و واقعا کرکترش در فیلم خیلی طبیعی بود، خیلی 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 باور کردنی بود. میدونید ما وقتی یک فیلم رو تماشا میکنیم، مهمترین چیز برامون اینه که فکر نکنیم داریم فیلم میبینیم، فکر کنیم که رفتیم در اون رادیو استیشن نشستیم و داریم این جریان رو تماشا میکنیم با دوربین مخفی. و در این مورد تبریک بهتون میگم. تنها اشکال فیلم این بود که من توش بازی نکردم، ولی خب فدای سرتون، ایشالله در فرصتهای بعدی با هم کنیم، شاید ما اتفاقا یه روزی با هم کار کنیم در آینده. خب فیلمتون دیستریبیوشن هم، اولا فستیوال رادرتم رو باید بگم که من اونجا بودم و فستیوال بسیار قابل احترامیه، تبریک میگم بهتون که در اون فیلم، در اون فستیوال شرکت کردین و جایزه بردین. در کجاها میشه این فیلم رو دید؟ چون میدونید که شنوندگان رادیو 670 در سراسر جهان هستن و از طریق اینترنت به این برنامه گوش میکنن. حالا که دیستریبیوشن گرفتید یا پخشش رو دادین به یک شرکتی، میتونیم بگین که چه توقعی تماشاگران میتونن داشته باشن؟ ببخشید خیلی سخته، چون نمیدونم سوال از من میپرسین یا بابک. ببخشید شنوندگان، اگه ما کمی، نه شما در اگر دفعه دیگه یک جا باشید و شیر یا خطو سری بندازین، کسی نمیبینه چون تلویزیون نیست. تو باید بگی شاید مرجان جون که در چه شهرهایی، در الان مشخصه که کجا دیده خواهد شد فیلم؟ فیلم هم تو که گفتین ماتسون فیلمز فیلم برای دیستریبیوشن پیک اپ کرده و هفته
از 19 می تا 26 می در راکسی تیتر توی سان فرانسیسکو اکرام میشه و بعد از 2 جون در لس آنجلس و نیویورک در سالن‌های سینما اکرام میشه. قراره در 35 شهر مختلف در امریکای شمالی فیلم به اکران در بیاد. ولی برای شنوندگان لس آنجلس لومل تیتر قراره که فیلم از هفته اول جون واقعا به هر دوتون تبریک میگم، کار بسیار قشنگی کردین. میدونم که بابک عزیز مشغول فیلم بعدیت هستی، ایشالله در برنامه‌های بعدی صحبت میکنیم. بسیار خوشبخت هست یک کارگردانی که بلا فاصله از یک فیلم به فیلم دیگه بره و میبینم که تازه شماها حالا حالا ها کار دارید و چه محصولاتی قرار به بازار عرضه بدین در دهه های آینده خدا میدونه و ما بی صبرانه و مشتاقانه منتظر این هستیم که انشالله کارهای شما رو جدا یا با هم ببینیم. لذت بردیم از صحبت با هر دوی شما عزیزان و باز هم تبریک میگم برای تهیه و کارگردانی فیلم رادیو دریمز که به زودی به روی صفحه سینما خواهد آمد. خیلی ممنون. ممنون از حضوری ببینم اتون یه روزی. قربونتون برم. لس آنجلس اومدی بابک جون؟ من در خدمتم. همه اینجا منو میشناسن. مرجان جان روز خوشی داشته باشی. ان شاء الله که پس فردا از نزدیک ببینم. اوکی عزیز جان. قربان شما. خدا. از داروخانه ایروان دارواتون آوردم. داروخانه ایروان، پرسابقه ترین داروخانه ایرانی شهر ایروان با مدیریت دکتر شهین شریفی، پذیرش اکثر بیمه های درمانی و مدیکر، ساخت تخصصی داروهای ترکیبی با ارسال رایگان. تلفن 949-651-1111. داروخانه ایروان. دکتر فربد مجد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در مورد قوانین مربوط به طلاق و دعاوی حقوقی با شما گفتگو خواهند داشت. 310-956-4600. دوشنبه از ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504. از بهترین انگورها در قلب تاکستانهای جنوب کالیفرنیا با سرمستی فرهنگ غنی ایران زمین تا شرابخانه فاضلی، فاضلی سلرز، انواع شراب ناب فاضلی در انتظار شماست. من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکلا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا است. 1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com. Hey you, yes you, feel like pranking that pesky coworker or friend? How about getting a gift for that one person who has everything? Visit stupid.com for the perfect pranks. Offer them the get along with your coworker gum, or even better, have them try our garlic or fish candies. I'm sure they'll want more. So tasty. Unwind with some wine after being pranked on at work. Missing a glass? Don't worry, we have the right glass for you. Bigger is better, or the wine bottle glass that fits my needs. Shop stupid.com for the best gift collections ever, like our timeless ultimate prank collection, or give that bacon lover the bacon collection, filled with bacon items like bacon wallets, bacon soap, or bacon candy. Miss your chance on some hilarious political gags? Restock alert, the Donald Trump talking pen and bubble finger are back in. Don't dump the Trump people. For our special giggler or prankster, use promo code RADIO for 15% discount on your purchase. Shop for laughs at stupid.com. شنبه 6 می، ایرانیان لس آنجلس در انتظار همصدایی با جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار داریوش. دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم. اگرچه با استخوان خیش. داریوش، شنبه 6 می،
Los Angeles Microsoft Theater. تهیه بلیط همکنون از وبسایت axs.com و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-262-5806. داریوش، شنبه ششم می. نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583 670 AM Los Angeles. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. در این هفته یادداشتی را که در آغاز قرن درباره قرن حاضر نوشته بودم برای شما دوباره می خوانم. این یادداشت عنوانش اخلاق و انسان قرن 21 است. آیا با فرارسیدن قرن نو نباید به اخلاقی که در هزاره سوم میتواند مبنای همزیستی و تفاهم جهان بیمرز آینده باشد اندیشید؟ مسئله اخلاق در هزاره آینده مدت هاست که موضوع بحث و فحص کسانی است که بیرون از چارچوب سنت‌های اخلاقی به نوع دیگری از این قانون اجتماعی میاندیشند و جا دارد که به سرفصل های از این طرز نوین اندیشیدن بیاندیشیم. اخلاق قرن 21 باید حاوی قواعدی باشد که در دروس اخلاق کلاسیک دانشگاه ها جایی نداشته است. این اخلاق بر اساس فرضیه ها و یا قواعد از پیش ساخته شده و ثابت نشده برپا نمی شود. دیگر نمی توان نشست و بر اساس فکرهای زیبا و رؤیا پسندانه ارسطو و یا جان لاک و هیوم و بو علی سینا و غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی به چه باید کرد و چه نباید کرد ها اندیشید و برای تسری این افکار تجربه نشده مدرسه گشود. همچنان که بر تعالیم اخلاقی ادیان و مذاهب که از فرط تلقین و تکرار بی نتیجه و به صورت نوعی شعار نقش بر دیوار شده است تکیه کرد. هزاره سوم و قرن 21 باید که قوانین اخلاقی خود را از درون مسائل و مشکلات امروز جهان استخراج کند و با واقع بینی به آن جامعه عمل بپوشاند. اگر در نیمه دوم قرن 20 شعار جنگ نکن و عشق بورز برای مدتی کوتاه جهان غرق در خشونت و جنگ را مسخر ساده انگاری و انسان پنداری خیش ساخت، در قرنی که آغاز می شود فقط یک تعهد یا مسئولیت در برابر مسائل جهان فردا می تواند پایه‌گذار اخلاق عملی آینده باشد. جهان از اندازهای تصویری دهکده جهانی مارشال مکلوهن کانادایی که فرضیه پرداز تسلط وسایل صوتی و بصری در نیمه دوم قرن بیستم بود فراتر رفته است. حالا جهان در زیر چادر پر از ستاره و رنگ و نور و صوت و تصویر به سیاه چادری میماند که ساکنان آن از تعرض فرهنگ ها یکدیگر در امان نیستند. این فرهنگ ها هر کدام ویژگی خود را دارند و مشکل میتوان با پیش داوری داوری فرهنگی را مهاجم و فرهنگ دیگری را مغلوب معرفی کرد. فرهنگ های امروزی چنان در هم رشته و بافته شدند که تار فرهنگ مهاجم از پود فرهنگ مغلوب قابل باز شناختن نیست. تلویزیون نقش شگفت‌انگیزی در ارائه این فرهنگ سیاه چادری بازی می کند و همان اندازه که کشر و کشرار دسته از جوانان با شکل و شمایل های عجیب از گنگ مقابل درس بدی برای جوانان یک مملکت دور افتاده آسیایی و یا افریقایی است، به همون اندازه جادو و جنبل و اعتقاد به عوامل ما بعد طبیعه انسان به ظاهر شهر نشین و گاه بسیار دانشور و فرهیخته تمدن های بزرگ را
به صورت یک آدم عامی که فال و جادوگری و حکمت ستارگان را باور دارد به خود جلب و جذب می کند. حالا فراتر از تلویزیون و رادیو، شبکه‌های اینترنت که گاه در اداره کنندگان و طراحان آنها کوچکترین نشانه ای از مسئولیت انسانی نمی توان یافت، دست به کار آموزش هایی هستند که حاصلی جز سرخوردگی و گمراهی هرچه بیشتر انسان قرن تازه نخواهند داشت. عصر سانسور به هر صورت و به هر شکل به پایان رسیده است و همه دهانها برای گفتن همه حرف ها گشوده است. در این معرکه است که می توانند به اعماق وجدان صاف بشریت دست داشته باشند، وجدانی که حتی در زیر سنگین ترین و سیاه ترین لایه های آن باز فروغ شرفی ابتدایی به چشم دیدنی است. در قرنی که آغاز می شود باید که خدا را از بند و زندان اندیشه های قرون رهانید و به دست انسانی سپرد که او را بنده از جان و دل است و وی را به همون صورت می بیند که جهان و هرچه در او هست و از اوست و از جهان ما از ازل تا به ابد جاری است. در قرنی که می آید نباید امکان داد که ایدئولوژی های سیاسی، فلسفی یا مذهبی این زیباترین صورت تفکر رها از هر قید و شرط انسانی را مسله کنند و به آن صورت دلخواه عرضه دارند. خدای قرن 21 خدای آن چوپان است که موسی را به خجالت واداشت. انسان قرنی که آغاز شده است باید یاد بگیرد که همه راه ها از لوله تفنگ و مشت گره کرده نمی گذرد. خشونت جواب سختی ها و مرارت های روزگار نیست، بلکه فقط تحمل و بردباری و لبخند کلید گشایش مشکل هاست. این انسان همچنان باید بیاموزد که فرو دست نشستن و تحمل هر ناروایی دور از اخلاق زنده و پویای آدمیزاد است. او باید مهربانی را پادزهر خشونت بشناسد و در این حال در هر لحظه برای دفاع از شرف انسانی با چنگ و دندان آماده باشد. انسان قرنی که در راه است باید به مسئولیت خطیر خود در انتقال مفاهیم صلح و دوستی، برادری و برابری به نسل بعد آگاهی کامل داشته باشد. این انسان باید که مبلغ صلح و آشتی باشد و نگذارد که کودکان جهان با تفنگ‌های چوبی در میدان‌ها رژه بروند و بیاموزند که روزی می‌توانند این تفنگ‌های دروغین را به سلاح‌های واقعی مبدل کنند. همه انسان‌های بالغ وظیفه دارند که از بهره برداری از احساسات جوان تازه سال به سود منافع سیاسی و اقتصادی خود خودداری کنند. اونها باید این بچه ها را که سرمایه های فردای جهانند بشناسند و به آنها بیاموزند که دست نازک آنها بخشی از جسم شکننده بچه های سراسر قاره های جهان است. به این گونه است که اخلاق قرنی که در راه است به ما حکم می کند که بچه ها را حفاظت کنیم، در سیاه چال های کار را ببندیم و اجازه ندهیم که برای هرچه بیشتر انباشتن کیسه های طمع بچه هایی که باید در مدرسه باشند و با طبیعت از شادمانی سرشار شوند در کارگاه ها، کارخانه ها و مزارع به نصف قیمت نیروی انسانی کارآمد مورد بهره برداری قرار گیرند. باید به بچه ها امکان روییدن داد و این نهالک ها را به درختان برومند باراوری مبدل ساخت. در قرنی که آغاز شده است ما باید به رحم بارور مادرانی که فردا را میزایند رحم کنیم. زن را که هنوز حتی در جوامع پیشرفته شهروندی درجه دوم تلقی می شود به حقوق شهروندی واقعی خود آگاه کنیم. به او بنمایانیم که وظیفش تنها نشستن و زادن شیران نر نیست و نیز همه اون گفته ناپلئون بناپارت را باور کنیم که او با دستی گهواره را و با دستی دنیا را تکان می دهد و ابزار تمتع، تفریح و نمایش نشود.
اخلاق قرنی که آغاز می شود به ما حکم می کند که در برابر ناروایی هایی که در کشورهای فقیر جهان سوم به نام سنت، مذهب و عرف بر زنان تحمیل شده است به شدت بیستیم و مادران، خواهران و دختران خود را یاری دهیم که جهان را اونطور که دوست دارند بنگرند و در آن زندگی کنند. اخلاق قرنی که آغاز شده است هر گونه وحشیگری را به هر صورت محکوم می کند، از تجاوز بربرانه به زنان تا سوء استفاده های جنسی از آنها و از بریدن دست کار آمد مردان و زنان و کودکان در منطقه هایی چون سیرالیون تا سنگسار زنان در ممالکی که به نام دین عشق را سنگسار می کنند و از کاشتن مینهای ناپیدا در خاکی که باید در آن گندم برکت و دانه عشق و باروری پراکند تا کشتن بی حساب حیوانات کمیاب طبیعی، همه و همه در اخلاق فردا محکوم و مذموم است. در این اخلاق حتی از میان بردن موجوداتی که به غلط نام آنها را حیوانات موذی گذاشتند فقط در شرایطی پذیرفتنی است که آنها آسیب‌های جبران ناپذیر به قله و زراعت و دیگر دستاوردهای بشری وارد آورند، وگرنه حتی کشتن عقربی که روانه لانه خویش است مذموم و ناپسند است. در قرنی که آغاز می شود ما باید با تراشیدن جنگل ها و کاشتن شهرها مبارزه کنیم. به روستاییان بفهمانیم که ایستادن روی خاکی که پدران آنها را نان و زندگی بخشیده است بهتر از مهاجرت به بیغوله هایی است که در آنان فقط به چهارپایان بارکش سرمایه و طمع مبدل می شوند. ما باید شهرها و مردمان آن را به گدایی صفا و تراوت روانه روستاها کنیم تا آنها دم زدن در هوای پاک سپید دم را بیاموزند و لذت جویدن نان داغ از تنور در آمده را در زیر دندان خود احساس کنند. ما باید به انسانهایی که میخواهند هزاره بعد را زندگی کنند میراث دوست داشتن طبیعت را به یادگار بگذاریم. از تماشای پرواز رنگین پروانه‌های رنگین بال تا شنیدن فرو افتادن آبشارهای نقره‌گون. اخلاق قرنی که می آید، اخلاق یک منطقه، یک گروه، یک دسته، یک ایدئولوژی و یک حکومت نیست. این اخلاق چیزی نیست که آن را از روی کتاب ها رو نویسی کنیم و بر شبکه‌های اینترنت جاری سازیم. این اخلاق یک جهان روایی و جهان شمولی گیتی نورد دارد که باید سینه به سینه، دست به دست و شبکه به شبکه در گیتی تسری یابد و تمام سازمان‌های غیر دولتی دنیا در هر جا که هستند باید حمایت بخشی از آن را بر عهده بگیرند. مبارزان حقوق بشر، هواداران گرین پیس، طبیبان برهنه پا، روزنامه‌نگاران بدون مرز، دشمنان اعدام و حتی سازمان‌های کوچک و گمنامی که در کشوری کوچک و گمنام در پی اجرای بخش کوچکی از ایدئال‌های بزرگ هستند موظفند که مبشران اخلاق نوین جهانی باشند. دنیا دیگر یک محور ندارد که بر اساس آن بچرخد. تمام جهان باید در برابر زیاد طلبی شرکت‌های بیچهره با قامت غول‌آساشان، تولید ناسازگار و بی‌رویه، مصرف کورکورانه بیفایده، اسراف آزمندانه و غارت طبیعت و شکنجه انسان متحد شود و یک صدا باشد. No hell below us.
KRN Radio Iran. Radio Iran. داروخانه برینتون واقع در 11701 ویلشر بلوار تقاطع برینتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینتون تلفن 310-473-3323 310-473-3323 310-473-3323 شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه با همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس، این بار با حضور بیش از 120 نوازنده و رقصنده. من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه؟ در قصر سلاطین جهان، محل برگزاری اسکار، دولبی تیتر در تاریخ 20 می. سر اومد زمستون چه گفته بهارون. برای تهیه بلیط به سایت اینترنتی ticketmaster.com مراجعه کنید و یا با تلفن 310-710-3040 تماس بگیرید. عشق تو وسط قلبم درست. شاهکار بینش پژوه با حضور بیش از 120 نوازنده و رقصنده، 20 می دولبی تیتر. الو سلام، بعد وقت زنگ زدم شوهرت خونه؟ نه، رفته موهای تنشو لیزر کنه. لیزر؟ باری کلا با آقای شما. از وقتی کلینیک زیبایی اینکریدیبل بادی اند اسکین رو تو انسو رو بهش معرفی کردم، هر هفته به یه بهونه میره لیزر. نه، از این نظر گفتم که مرد طاقت یه لحظه دردم ندارن. او نه، اینکریدیبل بادی اند اسکین زیر نظر پزشک معروف دکتر سام ابراهیمی اداره میشه. الانم یه دستگاه ایتالیایی با تکنولوژی جدید آوردن که ما تو مبهوت میشی که چقدر عالی موهای زائد و بدون درد از بین میبره. فعلا هیچ جا این دستگاهو نداره. برای پوست صورت چطور؟ رنگ و نوع پوستت هر جور باشه، چین و چروک، جای جوش، لکه و زخم عالی معالجه میکنن. تازه حد بزن چجوری چارج میکنن. چجوری؟ دقیقی $3. یعنی چی؟ یعنی اگر کار 10 دقیقه طول کشید $30 میدی، نه بیشتر. تازه اگر به نفعت بود کوپونای جای دیگر هم قبول میکنن. Incredible Body and Skin در انسینو، 818-900-2700 حادثه خبر نمی کند. با برنامه ریزی صحیح دارایی، استیت پلانینگ و اسید پروتکشن، اموال خود را در برابر لاسود، بانکراپسی و خطرات دیگر محافظت کنید و با کمترین هزینه به وراث خود منتقل سازید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی در وست وود و ال سگوندو با ایجاد لیوینگ تراست، فامیلی لیمیتد پارتنرشیپ و تراست های غیر قابل فسخ و طرق دیگر، آسودگی خاطر برای شما و فرزندانتان را فراهم می سازد. 310-268-1685 برای مدت محدود لیوینگ تراست پکیج فقط $1,495 و ثبت کورپوریشن LLC و پارتنرشیپ فقط $995. برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست وود و ال سگوندو تماس بگیرید. 310-268-1685 310-268-1685 برای اولین بار در لس آنجلس، نغمه های خانه دوست، کنسرت گروه دانشور، یک شنبه 14 می ساعت 7 بعد از ظهر در گیندی آدیتوریوم. فروش بلیت در شرکت کتاب ticketer.com/persianarts kodum.com. تلفن اطلاعات 310-477-4141 persianarts.org. Radio Iran. Come on, please have some more. Radio Iran. Radio Iran. هفته ای که در پیش داره. باز هم سلام خدمت یک دوستان عزیزی که شاید تازه به ما ملحق شدید. من فریبرز داودیان این هفته به درخواست خانم هما سرشار عزیز در خدمت شما عزیزان هستم، چون خودشون نمیتونستن در برنامه و در استودیو حضور داشته باشن. ساعت 9:40 بامداد به وقت لس آنجلس، هوای ابری در منطقه استودیو سیتی، ولی امیدوارم که همیشه در دل و جان شما آفتاب باشد و خورشید درخشان.
از سخنان دکتر صدرالدین الهی طبق معمول لذت بردیم. مهمان بعدی ما هنرمند عزیز، نقاش، مجسمه ساز و همه فن حریف هنری عزیزی هستند که به ما ملحق میشن. سلام و درود صبحگاهی دارم خدمت آقای محمد رضا علی نژاد عزیز، صبحتون بخیر. با سلام به شما، خیلی ممنون از این معرفی خوب شما. اختیار دارین. شما چه کار نمی کنید آقای علی نژاد؟ همه فن حریف هستید در رشته هنر. یه نکته هستش که باید اینو توضیح بدم قبل از هر چیز. هنرمند باید هر روز 8 ساعت کار کنه. حالا 8 ساعت کار کردن، ایده های مختلف میاد، از این کار خسته میشیم میریم به یه کاری دیگه، دوباره همینجوری پیش میریم. البته شما در این رشته تحصیل هم نمودید، متولد تهران هستید ولی در فرانسه درس هنر و هنر. چی دقیقا؟ بچلرز دیگری این فاین آرت دارین. وقتی در یک در کشوری مثل فرانسه کسی مدرک در رشته هنر میگیره، آیا به نظر شما فرق نداره تا اینکه مثلا در تاجیکستان یا بلغارستان این مدرک رو بگیرید یا در افغانستان؟ نه اینکه اونها کشورهای بدی هستند، ولی یعنی دیگه در مرکز هنر و زیبایی جهان هستید. من عاشق پاریس و فرانسه و فرانسوی ها هستم. بله، این سوالتون یه جور دیگه جواب میخوام بدم به این دلیل که من دو بار در تهران و شیراز ورکشاپ گذاشتم راجع به سرامیک. بله. و استادانی که از جاهای دیگه مدرکشون رو گرفته بودن، همینطور که شما گفتید، همه صورتاشون غم زده است. ولی استادانی که از فرانسه یا اروپا گرفتن همیشه میخندن، استادانی که دانشگاه هنر درس میدن. واقعا یه فرق زیادی هستش در این زمینه. میخواستم یه نکته رو توضیح بدم که من در حقیقت فوکوسم، تمرکزم 18 سال گذشته فقط روی سرامیک بوده و تمام کارهای من روی سرامیک الان با روی مجسمه هایی که درست کردم با سرامیک هستن و مخصوصا حروف فارسی رو من برداشتم ازش استفاده کردم و تمام کارهای من به فارسی هستش. یعنی این که مجسمه هایی که به تنهایی روی میز قرار میگیره رو نگاه کنید، این یه لغت فارسی هستش یا یه حرف فارسی هستش، ولی من باید توضیح بدم چیه. شما اون لغت و حرف رو ببینید، بله، چیز دیده نمیشه به اون شکل که واقعا باید دیده بشه. آقای علی نژاد، ما ایرانی ها با سرامیک رابطه به خصوصی داریم، درست میگم؟ کاملا درسته. آیا این ما ایرانی ها هستیم یا اینکه در واقع دنیای اسلامه که با سرامیک یک رابطه عاشقانه ای داشته همیشه؟ بله، این میدونید والا اینو از لحاظ تاریخی رو اینجوری من میتونم توضیح بدم که هر گروهی که اومده یه استفاده کرده از سرامیک برای خود منافع خودش. در حقیقت سرامیک رو در ایران در زمانهای بسیار بسیار قدیم دولت ها فقط چیز داشتن، تحت کنترل داشتن و اون فوت کوزه‌گری رو به همه یاد نمی دادن و این باعث شد که مراحل مختلف ما سرامیک از دست بدیم. عجب. در حالی که ما خیلی جلو بودیم ها، خیلی پیشرفته بودیم در زمینه سرامیک، ولی متاسفانه الان یکی از عقبترین کشورهای دنیا هستیم راجع به سرامیک. ما وقتی منم رفتم توی دانشگاه برای توضیح دادم، مثل که همه بیشتر از من میدونن و ما هیچ جوری نمیتونیم بهشون توضیح بدیم که بابا شما هیچ کار نمی کنید در این زمینه، شما فقط مثلا کوزه ها رو میگیرن رنگ میزنه، رنگای معمولی، و این انقدر اذیت میکنه که باور نمی کنید. چرا وحشتناکه مثلا یک هنرمندی بیاد یه مجسمه ای رو درست کنه، مثلا میگم رنگ خرابی روش بزنه، بعد بگه این رنگ قشنگه، مثلا
متوجه نمیشین اصلا راجع هنر یا آقای علیزاده چه جوریه که این لایه شفاف و براق سرامیک به وجود میاد؟ میتونم ازتون بپرسم؟ البته شاید خیلی ها میدونن این سوال خوبی نیست ولی من نمیدونم. 100% لعاب تشکیل شده از مواد سلیکا که میدونید که شیشه هستش و اکسید. اکسیدهای مختلف در زمین موجوده. اکسید آهن یکیشه، اکسیدهای دیگه هستش مثل سنگهای آبی رو دیدید، اونا رو مثلا خورد میکنن، رنگی که اونا هستش ازش میشه گرفت. اکسیدهای مختلفی رو استفاده میکنن. این سلیکا به عنوان شیشه، به عنوان گرد شیشه در این با مواد دیگه مثل اکسید قاطی میشه و یک لایه ایجاد میکنه که هم رنگ داره هم شیشه داره، شفافیت داره. این به خاطر این هستش که وقتی که توی کوره میره این حرارت گلو هم گلو آب میکنه هم شیشه رو آب میکنه. بله. و روی صفحه این یک صفحه ایجاد میکنه که خیلی نازک هستش و زیبا. بله. این میشه بفهمیم ما که در چند هزار سال پیش این صنعت به راه افتاده در کجای دنیا و مثلا کی میشه گفت مادر سرامیکه؟ همونطور که پیتزا رو میگن در ایتالیا یا در ژاپن، یادم نمیاد کدوم کشور مادر پیتزا سرامیک چی؟ باور کنید دست یه جایی گذاشتید که دل من داره میسوزه از این جریان. براتون توضیح بدم چرا ما در ایران این ریسرچ رو نمی کنیم که من میخواستم بگم به همه که بابا ما شاید اولین نفری باشیم که سرامیکی که لعاب داشته، سرامیک یعنی که کوزه هایی که سفالی که لعاب داشته باشه بهش میگن سرامیک. ممکن است خود ایران شروع شده باشه. بله، این تاریخ هایی من دارم که 7000 سال قبل از میلاد چیز کردن، خیلی پیشرفت کرده بودن. بعد 4000 سال بعدش دوباره پیشرفت، این هم مثلا قد شده رفته مثلا 600. ولی بقیه مثلا تا زمان پهلوی که کاشی ایرانا به وجود آمد، درست میگه؟ بله. یادش بخیر. منم از خارج استفاده کردن، ولی من کتابایی که پیدا کردم در حقیقت اینها رو من خودم میدونی که هنرمندم، ولی افرادی هستن که تحقیق میکنن. بله، محقق. محقق اینا رو من میتونم راهنمایی کنم به کدوم جهت برن، چیا رو نگاه کنن. این تاریخ هنر سرامیک در ایران نشون بدن به همه. متاسفانه ما مثل که همه برمیگرده. میدونید یه چیزایی به خودش رو دوباره به سطح میرسونه و حتی احتیاج به انسان نیست. بعضی وقتا بعضی هنرها انقدر اصیل هستند، مثل ما در مورد صنعت فرش ایران هم نگران بودیم. بعد از انقلاب دیدیم که نه، خدا رو شکر از بین نرفت. آقای علی نجات، شما نمایشگاه دارین در لس آنجلس در امروز و فردا، درست میگم؟ نه، امروز الان من در چه ماشین نشستم به خاطر اینکه در کلاباسس هستش که آرت فستیوال، من کارامو گذاشتم اینجا. اگه هموطنان که در کلاباسس هستن یا هر جای دیگه بخوان تشریف بیارن میتونن ببینن. من بوتسم شماره 429 و چیز نمیکنن. کجا هست اینو؟ کلاباسس بین نه در چه منطقه ای از کلاباسس هست؟ کلاباسس رو همه ایرانی ها بلدن قربان، خیالتون راحت بشه. جزی میگه نصفش مال ایرانی هست. از فریوه که بیان بیرون روبروی چیز سیتی هال دیگه، به قول معروف همه جا رو بستن. هیچ جوری بغیر بزرگ پس، یعنی در سطح چند خیابان.
آقای علی‌نژاد عزیز، خیلی خوشحالم که با شما صحبت کردم. این هنر شما هنر بسیار زیبا و دوست داشتنیه. من شخصا جالبه که علاقمند به مجسمه هستم و احترام به خصوصی برای مجسمه ساز قائل هستم و خوشحالم که با کار شما و با شخصیت شما آشنا شدم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. ایرانیان عزیزی که در منطقه کلبساس خانه های بزرگ با گیت ها و درایو وی های خصوصی دارن میتونن از کار شما امروز دیدن بکنن. به امید موفقیت های دائم و همیشگی شما آقای علی‌نژاد عزیز. مرسی، خیلی لطف کردین آقای فریبرز داودی. من میخواستم سلام برسونم به خانم هما سرشار، به خاطر اینکه ایشون واقعا خیلی لطف میکنن، همیشه جواب تلفن های ما رو میدن. خانم هما سرشار خودشون یک هنردوست و کلکتور هستن و مجموعه بسیار زیبایی تهیه کردن. از بچگی من لذت میبردم وقتی به منزلشون میرفتم و برای همینه که ما امروز در خدمت شما هستیم و افتخار میکنیم. خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون، خیلی لطف کردین. قربون شما. زود همه رو ببینیم در اینجا یا جای انشاءالله. روزتون خوش، خدا حافظشون. خب دوستان، ببینید این دو ساعتی که ما با هم داشتیم چقدر زود گذشت. در زندگیتون فقط هر روز 12 تا یک دو جین از این دو ساعتها هست و در هفتهتون فقط 7 تا از این روزها هست و در ماهتون فقط 30 تا و چشم به هم میزنی دهه ها هم میگذره و عمر ما اگر خیلی هم شانس بیاریم دیگه 9-10 دهه بیشتر نیست. امیدوارم که هر روزتون رو به شادی بگذرونید و خودتون رو سرگرم و مشغول نگه دارید. برای اون دسته عزیزانی که دنبال کاری میگردید که براتون جالب باشه و جنبه فرهنگی داشته باشه، در لس آنجلس خیلی خبرها هست. یک برنامه هست در مورد کتاب بدون سانسور، با حضورتان مستقل خارج از کشور. اینو نمیتونم درست بخونم، ولی نمایشگاه کتاب بدون سانسور داریم در 6 و 7 می، یعنی امروز و فردا، که فکر میکنم در شرکت کتاب در شهر وستوود هست، 14-19 وستوود. تشریف ببرید، این نمایشگاه در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف چرخیده و امروز و فردا ما در لس آنجلس هستیم باهاشون. برنامه دیگری داریم بسیار جالب در یک فاندرزینگ گلا هست با شرکت هنرمندانی مثل شیلا وسوق و مایکل عزیز، آقای مسعود سعد و گروه بلک کتس یا گربه های سیاه، که در تاریخ 13 می شنبه اجرا میشه. لباس شیک و فرمال خواستند بپوشید در مرکز زرتشتیان لس آنجلس در خیابان هزارد اونو در شهر وستمینستر هست. تلفنشون هست 714-893-4737، تکرار میکنم 714-893-4737. قیمت بلیط $125 و کار خیر و خیریه هست و برنامه بسیار جالب و جذاب. شنبه 13 می لطف کنید به اونجا تشریف ببرید. در 14 می روز یک شنبه در گیندی آداتوریومی که هم به ولی نزدیکه هم به لس آنجلس در خیابان مال هالند و تقریبا 4 راه 405 کنسرتی هست بسیار جالب. بابک دانشور، پروانه دانشور، بهنام دانشور، پریسا دانشور، چه گروهی، آقای مهدی باقری و دوست خوبمون گرگ الیس با شما برنامه اجرا میکنن برای شما، که حتما از شما خواهش میکنم به این برنامه سر بزنید و ببینید و لذت ببرید از این گروه موسیقی کلاسیک ایرانی. اگر علاقمند هستید برنامه در رادیوی KPFK اجرا میشه، مصاحبه ای دارند با دو هنرمند ایرانی به نام لیلا محمدی و بهنام زیایی، که اینها گروهی دارند به نام فرشا جون. اسم گروهشون چی بود؟ اینجا من در نوت هام پیدا نمی کنم. همراهان کمپانیونز لیلا دا 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 دا. مصاحبه شون رو میس نکنید،
در رادیوی KPFK ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر این برنامه هست. این شنبه 7 شب با دو هنرمند ایرانی موزیسین مصاحبه خواهند داشت و فکر میکنم که از مصاحبه اونها لذت خواهید برد و البته قطعاتی از موزیکشان را هم حتما خواهی شنید. خیلی خوشحال میشیم وقتی که هنرمندان ما در رادیوهای غیر ایرانی هم باهاشون مصاحبه میشه و اونها موزیکشون خارج از کامیونیتی خودمون میره. با سپاس فراوان از شما شنوندگان وفادار و پرمهر برنامه صبحانه با هم و سرشار، برنامه رو امروز به اتمام میرسونیم. با تشکر زیاد از فرشاد بلندیان عزیز، کارگردان فنی و دوست جدید و عزیز من، و مهمانان نازنین امشب: بشرا حقیقت‌نژاد حقیقی، اطرت الهی، خانم اطرت الهی، خانم مرجان مقیمی، دکتر صدرالدین الهی و آقای علی علی نژاد، و از هم مهمتر شما عزیزانی که روز شنبه‌تون رو با ما میگذرونید و امیدواریم که بعد از شنیدن این برنامه با لبخند به سر کار خود یا به سر میز صبحانه با خانواده بروید. این برنامه همونطور که میدونید از 12 شب تا 2 صبح دوباره تکرار خواهد شد و میتونید روی سایت homasarshara.com، فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام هم آرشیو میشود. قربان یک یک شما عزیزان ایرانی در سراسر جهان. اسم اون گروه بود همسرایان که خانم هما سرشار الان به بنده تکس نمودند. همتون رو دوست دارم، لذت میبرم و افتخار میکنم که فرصتی هست که با یک یک شما عزیزان یک بوسه رادیویی و یک هماغوشی رادیویی و این مهر و محبت رو با هم در میون بذاریم. روزتون خوش، شنبه و آخر هفتهتون هم خوش. ارادتمند فریبرز داوودیان. پارادایز نرسری به مدیریت مهندس مجید جهانبین، فروش درختان میوه ایرانی، گل و چمن. پارادایز نرسری بهار زیبای ایران را به خانه شما می آورد. 818-701-5656. هم پول بیشتری گرفتم، هم حق الوکاله کمتری پرداخت کردم. مگه میشه؟ مگه داریم؟ حالا که شده. آخه میگن؟ میگن. شنیدن کی بود مانند دیدن. نه عزیز دلم، مهارت وکیله که میتونه خسارت بیشتری برای موکل بگیره. هیچ کجای قانونم نیومده وکیلی که شما رو بیشتر شارژ میکنه شرکت‌های بیمه بهش خسارت بیشتری پرداخت میکنن. پس اینطور که پیداست دو طرف برنده ای. بله، اونم با دکتر رضا حسنلو. دکتر رضا حسنلو وکیلی متبحر با صداقت و دلسوز، با حق الوکاله فقط 19%. بله درست شنیدی، فقط 19%. 818-4,000,000. دکتر رضا حسنلو. قانون قانون قانون، چهار راه قانون. 818-4,000,000. تالار سفیر تقدیم میکند. برنامه این هفته تالار سفیر جمعه و شنبه با هنرمندان محبوب شما بهرام فروهر. رویا سبا. ساقی 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 باز مستم و دیوونه، همه عشق و رسوایی دیگه از کی بمونه. و احتاف عاشقی نه به سنه نه به ساله، عاشقی نه به پوله نه به ماله. چهارشنبه شب ها کیوکی نایت با محمود قربانی، یک شنبه ها تالار سفیر از ساعت 10 صبح با غذاهای سنتی و در فضای سنتی میزبان شما خواهد بود. تلفن رزرو جا و اطلاعات 818 713 90 90. به به، دوغ بی بلس. هیچ چیز دوغ بی بلس نمیشه. یادتونه قدیما تو تهران میرفتید فرهزاد و درکه، کنار کوه پای تخت لب چشمه میشستید و چلو کباب سفارش میدادید؟ چلو کباب بهتون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو باهاش نوش و جان نمیکردید. انگار تمام عطر و بوی طبیعت توی اون دوغ سالم و خوشطعم و کاملا طبیعی جای داده شده بود. الان هم توی لس آنجلس هیچ چیز طعم دوغ بیبلوس رو نداره، چون همه دوغ از شیر و ماست طبیعی و بدون هورمون و مواد افزودنی تهیه میشه. نوشته های پشت بطری دوغ بیبلوس رو بخونید، دوغ های دیگر رو هم بخونید.